بسم الله الرحمن الرحیم تو این جلسه میخوایم بحث اصلی قانون بیز رو مطرح بکنیم مثال مختلفی هستش که از روش مختلفی حلش میکنیم از شما دعوت میکنم که این فیلم رو تماشا کنیم همونطوری که تو فیلم قبلی دیدید ما دو سه تا مثال از بحث قانون بیز رو حل کردیم این مثال رو حل کردیم و توضیح دادیم مثال یک و دو سه رو حل کردیم تفاوت اینا با قانون احتمال کل چی بود اینو تو فیلم قبلی هم اشاره کردم ببین مثلا فرض کنید مثال سه رو بخونیم یه دور دیگه گفته در این شرکت هفت درصد کارمندان مرد و 3 درصد زنن 7 درصد مردها و 4 درصد زنها دکترا دارن فردی به تصادف از میان کارمندان این شرکت انتخاب می‌کنیم ببین اگه اینجا بپرسه که خب چقدر احتمال داره که این فرد دکترا داشته باشه می‌یای همون نمودار درختی می‌کشی راحت حل میکنی. مثلا اینجا یه چیز دیگه گفته یه چیزی پرسیده یه احتمال شرطی رو طرح کرده سوالش راجع به یه احتمال شرطیه اومده گفته اگر دکترا داشته باشد این حالا فرض اون دکتر داره چقدر احتمال دارد که زن باشد خب ببین تو این سه تا مثال که حل کردیم توی فیلم قبلی یه تکنیکی رو که تکنیک شک کشیدن بود دیدیم خب همینجوری بریم جلو بعد کم کم یه روش های دیگه ای رو هم معرفی میکنیم ولی خب این روش روشی هستش که خیلی اوقات کارآمد هست مثلا مثال چهار رو هم با همین روش حل می کنم. ببینید گفته که می دانیم 25 درصد ساعت های یک ساعت فروشی اصل نیستن خب تقلبی هم. یک مشتری در 20 درصد مواقع در تشخیص اصل یا جلی بودن ساعت اشتباه می کنه خب یعنی ممکنه که یه ساعتی اصل باشه ولی این جلی تشخیص بدهش که اینکه ممکنه ساعتی جلی باشه اشتباهی از تشخیص بده خب چقدر احتمال دارد ساعتی که این مشتری با فرض اصل بودن خریده جلی باشد خب ببینید بیایم چیکار بکنیم باز شک بکشیم مثلا فرض کنید که تو این ساعت فروشی 100 تا ساعت هست خب از این صد تا ساعت 25 درصدش چن جعلین حالا میگه اصل و جعلی یعنی 75 درصدش چن اصلا و 25 تا جعلین خب مشتری هم که موله ساعت بخره 20 درصد اشتباه میکنه یعنی چی یعنی از این 25 تا جلی ها که جعلین واقعا ولی 5 در 20 درصد این یک پنجم دی یک پنجم اینا رو اصل تشخیص میده خب 5 تا از این جلی ها رو به اشتباه اصل تشخیص میده درسته و از این 75 تا که اصلا واقعا 15 تاشو جلی تشخیص میده خب این 15 تا از اینا چیکار کنه. 15 تا رو جلی تشخیص میده اشتباه داره میکنن خب این از این حالا چی میگه سوال چی پرسیده گفته چقدر احتمال داره ساعتی که این مشتری با فرض اصل بودن خریده خب ببین از این 75 تا که اصلا 15 تاشو جلی تشخیص داده یعنی 60 تاشو به درستی اصل تشخیص داده و ممکنه که اینو خریده باشه خب از این 25 تا که جلیان هم 5 رو از تشخیص داده پس ممکنه اینو خریده باشه ببین ممکنه یه دونه از این 65 تا ساعت رو خریده باشه ممکنه یه دونه از این 60 ساعتی که واقعا اصل هستن و اینم درست از تشخیص داده خریده باشه ممکنه یه دونه از این 5 تا ساعتی رو خریده باشه که اصل نیستن واقعا ولی این چون از تشخیص داده خب ممکنه خریده باشه درسته چقدر احتمال در ساعتی که این مشتری با فرض اصل بودن خریده جعلی باشد خب 5 شست و پنجم پنج تا اون شرایطی که میگه داره دید درسته پنج تاش از تشخیص داده ولی واقعا چیه جلیه میشه پنج شست و پنجم یا یک سیزدهم هم روشی که این سوال حل کردیم دقیقا مثل روشی بود که مثال یه حدود سه رو حل کردیم دیگه خب از مثال پنج، کم کم میخوام یه روش‌های دیگه‌ای رو هم بگم اگرچه خب این روش هم که گفتیم روش خوبیه مثال پنج، در یک قره کشی هر حرف الفا روی یک کارت نوشته شده است و یک قناری کارتی را برمیدارد. اگر هر یک از حروف ب، سین و میم برداشته شود فرامرز برنده می شود خب با این تفاوت که اگر ب بیاید جایزه سکه تمام اگر سین بیاید سکه نیم و اگر می بیاید سکه رب است می دانیم قناری حروف ب سین و میم را به ترتیب به احتمال 3 درصد 7 درصد و 10 درصد انتخاب میکنه خب پس چی شد یه قناری میره یه کارت می داره که حروف الفا رو اون کارت نشون شده اگه ب سین و یا میم بیاد فرامز بنده میشه متوقف خب جایزه اش میکنه دیگه فرامرز طبیعتا دوست داره که ب رو داره خب ولی حالا همون سیومی هم بد نیست برنده بخره میشه الف احتمال برنده شدن فرامرز چقدره فرامرز داره تو حساب میکنه خب چقدر احتمال داره که من برنده بشم خب کاری نداره که یه دور دیگه ببینیم عددشو به احتمال 3 درصد ب رو برمی داره اون قناریه به احتمال 7 درصد سین و به احتمال 10 در درصد هم میم دیگه خب اینا رو باید با هم جمع بکنیم احتمالی که برنده بشه حالا هر چی چه سکه تمام چه سکه نیم چه سکه رو میشه جمع این سه تا عدد که میشه 20 درصد درسته ببین پس احتمال برنده شدن فرامه است احتمال برنده شدن فرامه است میشه 3 درصد بله 7 درصد به علاوه 10 درصد خب که میشه چقدر 20 درصد خب 20 درصد یا یک پنجم احتمال داره که فرامرز برنده بشه خب قسمت ب که مهمه این قسمت الفش که یه جورایی همون قانون احتمال کل به اون ربط داشت اگر موجی قرعه کشی کارت انتخاب شده را مشاهده کند و بگوید فرامرز برنده شده خب ببین یه خبری میده یه اطلاعاتی میده یه شرایط جدیدی رو داره مطرح میکنه میگه که فرامز برنده شده خب احتمال اینکه سکه تمام برده باشد چقدر میشود ببین وقتی که فرامز خیالش دیگه راحت میشه که خب من دیگه برنده شدم خب حالا میاد شروع میکنه محاسبه کردن که خب حالا چقدر احتمال داره که من سکه ای کاش سکه تمام برده باشم درسته حالا میاد تو ذهنش حساب میکنه که خب چقدر احتمال که من سکه تمام بردم این مسئلهش اینه الان که چقدر حالا که فهمیدم برنده شدم من فرامز حالا که فهمیدم برنده شدم چقدر احتمال که سکه تمام برده باشم خب چه اتفاقی میفته ببینید اتفاقی که میفته وقتی به ما خبر داده میشه که فرامز برنده میشه این دیگه 20 درصد نیست بعد از خبر این دیگه 100 درصد یک انگار پنج برابر داره میشه درسته؟ به همون نسبت به همون نسبت اینا هم چی میشه؟ پنج برابر میشه یعنی حالا که فهمید برنده شده این یک پنجمه پنج برابر میشه میشه یک اینم پنج برابر میشه میشه پونزده صدوم خب پنج برابر میشه میشه سی و پنج صدوم این هم پنج برابر میشه میشه پنجاه صدم خب یه تناسبه دیگه این تبدیل میشه به یک این اجزایی که اون رو تشکیل دادم تبدیل میشن به یعنی اینا به همون نسبت زیاد میشن تا جمعشون دوباره بشه یک خب احتمال این که ببین احتمال اینکه سکه تمام برده باشه در حالت معمولی 3 درصد بود حالا 5 برابر شد شد 15 درصد درسته این از خب بریم مثال بعدی ببین همینجوری خورد خورد من دارم توضیح میدم که اصلا قاعده بیس چی هست و روش های مواجهه با مسئله که بعد از قانون بیس استفاده کنیم چی هست مثال 6 سه صندوق سیب داریم تعداد سیب ها در هر سه صندوق برابر است در این صندوق ها به ترتیب 10 درصد سه درصد و 5 درصد سیب ها لک دارند خب یکی از صندوق را به تصادف انتخاب می کنیم و سیبی از آن خارج می الف چقدر احتمال دارد که سیب خارج شده لکدار باشد ببین این تیکش که قانون احتمال کله راست اصلا شرطی نیست چه جوری حل می کردیم اینو ببین می که بذار اینجا بنویسم یک سوم احتمال داره که ما ظرف مثلا اول رو انتخاب کنیم یک سوم احتمال داره که ظرف دوم انتخاب کنیم و یک سوم احتمال داره که ظرف سوم انتخاب کنیم گفته که توی ظرف اول ده درصد سیبا لک دیگه خب و به ده درصد تو ظرف دوم سه درصد سیبا لک دارن سه درصد تو ظرف سوم پنج درصد سیبا لک دارن زب داره پنج درصد خب این میشه ده 300 این میشه 3 300 و اینم میشه 5 300 می گفتیم بیایم این ستا رو با هم دیگه جمع بکنیم حاصل جمعشون میشه چقدر جواب ما درسته که میشه 18 300 10 300 بله 3 300 بله 5 300 میشه 18 سی درسته این ده سی چی بود؟ این ده سی سدوم بیاییم خوب متوجه شیم که چیه؟ این ده سی احتمال اینه که شما از ظرف اول سیب خارج کرده باشی و لکتار باشه این سه سی احتمال اینه که شما از ظرف دوم سیب خارج کرده باشی و لکتار باشه پنج سی از ظرف سوم خارج کرده باشید و لکتار باشه جمع اینه میشه احتمال که خب یه سیبی که خارج کرده لکتار باشه درست بخیه یا از اول خارج یا دوم این که خب قوان احتمال کل بحث قبلی مونه. قسمت ب بریم ببینیم چی میگه میگه اگر ببینیم که لکدار است با چه احتمالی از صندوق اول خارج شده است ببین داره یه خبری میده اگر ببینیم که لکدار است یعنی همون چیزی که ما احتمالش رو توی قسمت الف حساب کردیم 18 300 صدوم خوب یا 6 درصد دیگه یکه درسته؟ با این خبری که داره به ما میده دیگه اون هیچ درصد نیستش که اون یک صد درصده من چی میگم من میگم به همون نسبت بقیه هم چی میشن زیاد میشن. اون اجزایی که اونو تشکیل دارن بعد به همون نسبت زیاد بشن تا جمعشون بشه یک جمعشون بشه صد درصد درسته پس ببین من دارم اینو میگم ببین هیچ یا همون شیش درصد خب. تو قسمت به اومده یه خبری داده گفته میدونیم لکش داره یعنی دیگه اینو احتمالش رو 6 درصد شما در نظر نگیر احتمال اینو یک در نظر بگیر خب یعنی اینو بیا ضرب داره چی بکن 100 6 بکن خب خب اجزایش هم یه اتفاق بعد براش بیفته دیگه ما اینو میخوایم درست سوال راجع ببینیم با چه از صندوق اول خارج شده خب اینم بیایم ضرب داره 100 6 بکنیم 10 300 ضرب داره 100 خوبه این با این میره میشه ده هیجده درسته یا حالا مخواه ساعت هم میشه پنج نه این یه روش خوبه روش قبلی آیا جوابگو نیست چرا روش قبلی هم جواب هیچ مشکلی نداره ببین همون روشی که شیک میکشیدیم شما فرض کنید که ما کلن 300 تا سیب داریم خب گفته که تعداد ببین تو صورت سوال گفته تعداد سیب ها تو هر سه تا صندوق برابره یعنی 100 تا از این سیبا تو صندوق آه 100 تا از این سیبا تو صندوق ب خب حالا این که نوشتم هم سیب سالم هم لکدار دیگه توش اینم همینطور اینم هم 100 تو این تاشم توی صندوق سیه خب بعد گفته که ده درصد سیبا صندوق آ لک دارن یعنی از این صد تا ده تاشون لک دارن خب سه درصد بی یعنی از این صد تا بی سه تاشون چی هن؟ لک دارن پنج درصد سی یعنی از این صد تا پنج تاشون چی هن؟ لک دارن خب الف ببین هم الف رو میشه جواب داد اینجوری هم به الف چقدر احتمال دارد که سیب خارج شده لکدار باشد؟ خب میشه 18 سی سدوم تموم شد رفت ب اگر ببینیم که لکدار است اگر ببینیم که لکداره یعنی یه دونه از این 18 تاست خب با چه احتمالی از صندوق اول خارج شده است؟ خب 10 تا از این 18 تا تو صندوق اول بودید درست میشه 10 18 هم یا همون 5 9 هم پس این اون روش قبلی هم اینجا جوابگو هست بریم سراغ مثال هفت گفته 20 درصد محصولات یک کارخانه از نوع A 30 درصد B بقیه هم C یعنی 50 درصد هم میشه C احتمال معیوب بودن هر یک از کالاهای A و B و C به ترتیب 5 درصد 10 درصد و 20 درصد میباشد محصولی به تصادف از کل محصولات کارخانه انتخاب میکنیم من بیام نمودار درخشش رو بکشم چون احتمالاً به درد می‌خوره دیگه حالا دقیقاً نخوندم تا تش چی میخواد 20 درصد نوع A، 30 درصد نوع B و 50 درصد نوع سی گفته که 5 درصد نوع A چیه؟ معیوبه. خب این میشه چقدر؟ میشه 1 درصد. این 1 درصد یعنی چی؟ این 1 درصد یعنی دقیقا احتمال چیه؟ بذار از یه خور نمات ها هم استفاده کنیم. محصول نوع آ باشه و معیوب باشه درسته این اینه دیگه این دیگه درصد دقیق اینه سی درصد نوع B گفته توی نوع Bم هم ده درصد معیوبه یک دهم ده خب که حاصل میشه سه صدم این سه صدم چیه B باشه و معیوب باشه و هم یعنی اشتراک دیگه یعنی که دیگه خوردیمش 50 درصد نوع C 20 درصد یعنی یک پنجم نوع که چیه معیوبه خب پس 10 درصد یا یک دهم ده نوع اسیه و معیوبه این ضربی که انجام میدیم به خاطر چیه قانون ضرب احتماله درسته خب قسمت الف چی پرسیده گفته احتمال اینکه محصول انتخاب شده معیوب باشد چقدر است خب این ستا رو باید با هم جمع بکنیم این ستا رو باید با هم دیگه جمع بکنیم احتمال معیوب بودن سه جز داره معیوب باشه و نوع آ باشه معیوب باشه و نوع بی باشه معیوب باشه و نوع سی باشه یعنی بیام یک رو جمع بکنم با سه صدم با ده صدم جمع بکنم درسته حاصل جمعش میشه چقدر میشه 14 صد این قسمت بی یعنی 14 صد احتمال داره که محصولش معیوب باشه یا به عبارت دیگه 14 صد محصولاتش معیوبه و 86 صدام محصولاتش سالم ببین اگه می‌خواستیم سالم ما رو بنویسم اینجوری جوری می‌شد دیگه خب. این مثلا می‌شد 10 درصد اینجا باید چه جوری این سالم ما رو می‌نوشتم ببینید 5 درصد ضرب داره 8 8 هم. درسته که میشه چقدر میشه چل درصد این از این این سه ده هم زبده نه ده هم دارم سالما رو میدیسم میشه بیست و هفت درصد این هم دو ده هم زبده نه دو پنج سن دوم درسته که میشه نوزده درصد این سالماست خب حتی خب من میتونم بگم می متمم اینه ولی خب حالا اگه هم به هم بخوام بنویسم چون اجزاش فکر کنم تو قسمت ب به درد میخورم خب این از درست جمعش هم میشه 8600 قسمت ب چی میگه گفته اگر مشاهده کنیم که محصول انتخاب شده سالم است چقدر احتمال دارد که از نوع آ باشد خب احتمال سالم بودن 86 صدمه ببین این چیه؟ این از نوع بودن و سالم بودنه وقتی که میگه سالمه یعنی این 86 صدوم دیگه 86 صدوم نیست این صد درصده با این خبری که میده این 86 صدوم رو تبدیل میکنه به صد درصد تبدیل میکنه به یک خب یعنی داره زب داره چی میکنه؟ زب داره صد هشتاد و میکنه خب اجزایش هم دقیقا همین اتفاق براشون میفته یعنی این که ما با این کار داریم این هم زب داره صد میشه خب جوابش هم میشه میشه نوزده این از این. اون یه روش بود خب روشی که بیایم به کمک تناسب جواب اونو به دست بیاریم روش دیگه هم داشتیم دیگه بزن اون روش هم پیاده بکنیم یه روش این بود که بیام یه شکلی بکشیم ببینید مثلا فرض کنید که تو این کارخونه داره 100 تا محصول تولید میشه خب از این 100 تا 20 تاش نوع A 30 تاش نوع B و 50 تاش نوع C درسته تو این چیزی گفتم گفته از نوع A پنج درصدشون معیوبن یک پیستوم یعنی یه دونه آ معیوبه خب آر یه دونه معیوبه و خب طبیعتاً 19 تا ساله خب از نوع بی ده درصد یعنی سه تا معیوب داریم خب و 27 تا سالم از نوع سی یک پنجم 20 درصد خب یعنی ده تا معیوب داریم نوع C این زیر دارم معیوبا رو می نفه. و تا سالم خب. تو قسمت الف چی گفته؟ احتمالی که محصول انتخاب شده معیوب باشد خب چهارده جمع این سه تا سی چهارده تا رفت اگه گفته بود که احتمالی که محصول انتخاب شده سالم باشد خب جمع اینا میشه چقدر؟ جمع چهل با بیست و میشه و, و, و با 19 هم که میشه هشتاد احتمالی که محصول انتخاب شده سالم باشه میشه 86 حالا بریم سراغ قسمت ب اگر مشاهده کنیم که محصول انتخاب شده سالم است یعنی یه دونه از این 86 تا است خب بریم دارم قسمت ب رو جواب میدم یه دونه از این 86 تا است اگر مشاهده کنیم که محصول انتخاب شده سالم است چقدر احتمال دارد که از نوع آ باشد خب 19 تا از این 86 تا از نوع آ دیگه درسته میشه 19 86 ببین با این روش هم به همون جواب میرسیم حالا من میخوام یه روش دیگه هم بگم ببین یه روش سوم این روش سوم رو خیلی اوقات معلم‌ها اول میگن در صورتی که منظورم وقتی اول بگی خور بچه‌ها گیج میشن ببین من میخوام روش فرمولی شو بگم ببین پس روش فرمولی که این روش هم روش به درد بخوری هست خب ولی خب روش دیگه هم معمولا داریم ببین بیایم سوال خوب تجزیه و تحلیل کنیم تو قسمت به چی گفته ببین جمله شو بریم یه بخونیم اگر مشاهده کنیم که محصول انتخاب شده سالم است چقدر احتمال دارد که از نوع آ باشد احتمال شرطیه دیگه پی آ به شرط سالم بودن رو میخواد درسته؟ اینو میخواد دیگه ببین این که مسئله ای نیستش که ما احتمال شرطی رو بلدیم اصلا رابطه براش بلدیم ما احتمال اینکه از نوع آ باشه رو میخوایم با این فرض که سالمه خب این چی میشه میشه احتمال اینکه از نوع آ باشه و سالم باشه درسته تقسیم بر احتمال اینکه سالم باشه این تعریف احتمال شرطی بود دیگه احتمال آ به شرط به چی بود احتمال آ اشتراکش باید تقسیم بر احتمال ب من از این رابطه دارم استفاده میکنم حواستون باشه خب احتمال سالم بودن رو باید حساب بکنیم که اینکه حساب کردیم درسته ما احتمال معیوب بودن رو تو قسمت الف حساب کردیم مثلا 14 صدم شد و احتمال سالم بودن میشه 86 صدم خوبه احتمال از نوع آب بودن و سالم بودن رو هم باید حساب بکنیم ببین این هم حساب کردیم ببین احتمال اینکه از نوع آ باشه و سال حساب نکردیم ما احتمال اینکه از نوع آ باشه و معیوب باشه رو حساب کنیم خب کای نره اونم حساب میکنم ببین احتمال که از نوع آ باشه و سالم باشه. از نوع آ باشه میشه چقدر؟ احتمال اینکه از نوع آ باشه میشه 20 درصد درسته؟ خب چند درصد محصولات نوع آ سالمن؟ ببین 5 درصدشون چی هن؟ معیوب هن دیگه 95 درصدشون چی هن؟ سالمن ببینیم میشه 95 درصد خوبه؟ اینو ببینیم اینو بریم حساب بکنیم خب دو زبده 95 که میشه 190 دیگه. میشه 190 هزارم یا 19 100 86 صدوم هم که 86 100 برابر بکنیم میشه 19 86 هم پس اینم روش فرمولیش خب یه احتمال شرطی رو از ما میخواد احتمال این اشتراکش با این تقسیم به احتمال این خود اینو که میخوایم حساب کنیم معمولا بعد از قانون احتمال کل بریم اگه فرمولی هم حل میکنیم خب اینم معمولا یکی از اجزای قانون احتمال کله حالا توی مثال بعدی هم باز این روش رو بیشتر بهش میپرده مثال شماره 8 گفته آقایان کوهفر، یوسفی و زمانی تایپیس‌های یک انتشارات هستند که به ترتیب 20 و 50 درصد کارها رو تایپ می‌کنند. احتمال اینکه این سه این نفر صفحه رو بی غلط تایپ کنن به ترتیب 7 هم، 8 و 9 است چقدر احتمال در صفحه‌ای که غلط دارد توسط آقای زمانی تایپ شده باشد پس ببین یه احتمال معمولی نیست یه احتمال شرطیه ای که غلط داره خب خیلی از صفحه غلط نداره یه سری صفحه هم غلط داره تو تایپش درسته حالا میخوام این صفحه که غلط داره ببینیم چقدر احتمال داره که آقای زمانی تایپ کرده باشه از هر سه روشی که تا گفتم حل میکنم ببینید اول میام چیکار میکنم همون روشی که یه عددی در نظر میگرفتیم مثلا فرض کن اینا 100 صفحه دارن تایپ میکنن خب از این 100 صفحه 20 صفحه رو آقای کوفر تایپ میکنه 30 سفر رو آقای زمانی تایپ می‌کنه و 50 سفر رو آقای سیصد یوسفی تایپ می‌کنه و 50 سفر رو آقای زمانی درست خب گفته که آقای کوفر به احتمال هفت دهم ده بی غلط یعنی طبیعتاً به احتمال 3 دهم با غلط من با غلطش رو می‌خوام 3 دهم این یعنی 6 سفر رو آقای کوفر غلط تای میکنه خب آقای یوسفی به احتمال 8 دهم ده بدون غلط تای به احتمال 2 دهم ده با غلط تای میکنه درسته یعنی بازم 6 سفر رو آقای یوسفی با غلط تای میکنه آقای زمانی به احتمال 9 دهم ده بدون غلط تای میکنه یعنی به احتمال 1 دهم ده با غلط تای میکنه خب یعنی 5 سفر رو آقای زمانی با غلط تای میکنه خب اینا صفحاتی که غلط داره ببین درسته که آقای زمانی خطاش کمتره چون به احتمال 90 درصد بدون غلط تایپ می‌کنه درصد با غلط تایپ می‌کنه ولی چون صفحات بیشتری رو تایپ میکنه خب تعداد صفحاش تقریبا با اینا برابر تعداد صفحاتی که غلط داره تقریبا با اینا برابره خب چقدر احتمال دارد صفحه ای که غلط دارد خب یعنی یک کدوم از این 17 صفحه صفحه ای که غلط دارد توسط آقای زمانی تایپ شده باشه میشه 5 هیبزان. خوبه این یه روش روش نمودار درختی روش نمودار درختی 20 درصد و کوفر تایپ میکنه 30 درصد و یوسفی و 50 درصد رو زمانی کوفر یوسفی و زمانی خب کوفر از این 20 درصدی که تایپ میکنه 30 درصد توی اینا با غلط غلط داره آقای یوسفی 20 درصد آقای زمانی هم 10 درصد خب این میشه 600 این میشه 600 این میشه 600, این میشه 600. خب نه یعنی چی ببین این یعنی یه صفحه ای توسط آقا کوفر تایپ شده باشه و غلط داشته باشه یعنی یه صفحه ای توسط آقا زمانی تایپ شده باشه و غلط داشته باشه یوسفی باشه یه صفحه ای توسط آقا زمانی تایپ شده باشه و غلط داشته باشه درسته یعنی این دیگه گفته چقدر احتمال داره صفحه‌ای که غلط دارد توسط آقای زمانی تایپ شده باشه خب ببینیم اصلا چقدر احتمال داره که یه صفحه غلط داشته باشه بیا این سه تا عدد رو با هم دیگه جمع بکنیم 600 اوم رو به علاوه 600 اوم علاوه 500 اوم بکنیم خب میشه چقدر 17 صد این احتمال اینه که یه صفحه غلط داشته باشه خب حالا داره میگه این صفحه غلط داره یعنی احتمالش دیگه 17 صد نیست یک صد درصده یعنی این زد چی میشه؟ ببینیم روش تناسبه دارم میگم زد صد هیفده هم میشه تو ذهن ما خب خب دونه دونه این اجزا هم چی میشه؟ زد داره صد هیفده هم میشه ما اینو میخوایم درسته؟ توسط آقای زمانی تایب شده باشه خب این پنج صد هم رو هم میگم چیکار میکنیم؟ زد صد هیفده هم میکنیم میشه پنج هیفده هم اینم روش دوم و روش سوم که روش فرمولی هست. تو روش سوم چی میگیم ببین ما چی میخوایم ترجمه کنیم به زمان ریاضی چقدر احتمال در صفحه ای که غلط داره توسط آقای زمانی ببین میدونیم یه صفحه غلط داره میخوایم توسط آقای زمانی تایپ شده باشه خب این میشه احتمال این که اون صفحه توسط آقای زمانی تایپ شده باشه و غلط داشته باشه تقسیم بر احتمال این که اون صفحه غلط داشته باشه اگر روش فرمولی میریم این مخرجی که میخوایم به دست بیاریم معمولا بعد از قانون احتمال کل استفاده کنیم نمودار دقیقی بعد بکشیم درسته این همون 17 صدم هست این میشه 17 صدم و احتمال اینکه این صفحه ای توسط آقای زمانی تایپ شده باشه و غلط داشته باشه خب اینم اینجا حساب کنیم دیگه پی زمانی و غلط داشتن شد چقدر 6 صدم پس صورتش هم میشه 5 صدم من اینو چرا اشتباه نوشتم 6 این 5 خب ولی اینجا درست نوشت حالا، این 500 خب 500 تقسیم 1100 میشه 5/11 اینم روش سوم بریم سراغ مثال 9 گفته در یک روستا 60 درصد مردان و 45 درصد زنان گواهی نامه رانندگی دارند در جمعی از اهالی این روستا که تعداد مردان دو برابر زنان باشد فردی که گواهی نامه دارد با چه احتمالی مرد است باز اینجا هم هر سه تا روش رو میرم تا که قشن براتون جا بیفته ببین روش اول گفته این جم تعداد آقایون دو برابر خانوم هاست یعنی مثلا فرض کنید اون جم توش 300 نفر هستن از این 300 نفر دویستشون مردن 100 تاشون زنن خوبه؟ این سوال گفته دید. گفته 60 درصد مردا گواهینامه رانندگی دارن یعنی از این 200 نفر 60 درصدش میشه چقدر میشه خب 120 نفر دیگه گواهینامه رانندگی 45 درصد زنا هم گواهینامه رانندگی دارن یعنی از این 100 تا خانوم 45 تاشون گواهینامه رانندگی دارن فردی که سوال چی پرسیده بریم یه دور یه سوالو ببینیم فردی که گواهینامه دارد با چه احتمالی مرد است خب یعنی شما دارید یکی از اون آدمایی رو انتخاب می‌کنی که گواینامه دارن حالا چقدر احتمال داره که این مرد باشه ببینیم چند تاشون گواینامه دارن ببین 165 نفر گواینامه دارن درسته چند تاشون مردن 120 تاشون 120 نفر از این 165 نفر مردن این روش. این هم اولین روشی که گفتم روش نمودار درختی ببین اگر شما از این جمع یک نفر رو به تصادف انتخاب بکنی با توجه اینکه تعداد مردا دو برابر است احتمال مرد بودنش دو سومه و احتمال زن بودنش یک سومه خب حالا اگه مرده احتمال اینکه گواهی داشته باشه چقدر 60 درصده اگه زنه احتمال اینکه گواهی داشته باشه چقدر 45 درصد خب اگه این دو تا عدد رو با هم جمع بکنم میشه احتمال گواهی نام داشتن درسته این میشه چقدر 60 میشه 120 300 به علاوه اینا میشه 45 300 میشه 165 300 درسته این میشه احتمال گواهی نام داشتن خب حالا وقتی میاد میگه که فردی که گواینامه داره یعنی دیگه احتمالاً گواینامه داشتن 100درصده صد پس این چی میشه زب داره 300 160 میشه اجزاش هم همین اتفاق براشون میفته ما میخوایم مرد باشه و گواینامه داشته باشه خب اینم زب داره 300 زب داره 300 165 میشه خب زب بشه 300 که وای میره 120 165م میمونه اینم روش نوداد درختی روش فرمولیش ببین روش فرمولی مهم و ارزشمندا اینم هم باید درک بکنیم چون تو یه سری مثال دیگه فقط روش فرمولی جواب میده با عزتون خب پس اینجا هم خوب گوش بدید نه خب ما دو تا روش حل کنیم دیگه نه به درد میخوره ببین روش فرمولی ما چی رو میخوایم ما میخوایم فردی که گواهی نامه دارد مرد باشه درسته ما این طبق فرمول احتمال شرطی میشه احتمال اینکه مرد باشه و گواهی داشته باشه تقسیم بر احتمال اینکه گواهی نامه داشته باشه خب احتمال اینکه گواهی داشته باشه چقدر 165 300 احتمال که مرد باشه و گواهی داشته باشه خب همینا دیگه درسته مرد باشه دو سوم و گواهی داشته باشه میشه دو سوم داره